چند سوال آمده است که بله، چگونه میگویید که اسلام دانشمند نداشته است و اسلام مغز متفکری بیرون نیامده است؟ الجبرا عربی است، الکل را ایرانی کشف کرده است، اینها خلاصه از اینجور سوال ها. و پیداست دوست عزیز ما توجه نکردند که ما چه میگوییم در اینجا، چون چند سالی است که ما خون جگر میخوریم. آقا تاریخ مدنیت ما برای شما بارها و بارها و تکرار کردیم که آقا داستان اسلام چه بوده است. داستان این دانشمندانی که پیدا شدن و اینا به غلط دانشمندان اسلام میگویند چه بود است و اینها، خیلی خام شما سوال تحمیل کنید. اینا توجه بفرمایید عزیزم. ببینید بارها خدمتتون عرض کردم که عرض شد که این موضوع دین و اینها به علم هیچ ربطی ندارد. یعنی در قرآن و در شرع و در این کتابهای دینی، نمیدونم صحیح بخاری، نمیدونم چیز کلینی، نمیدونم شرح کشاف، نمیدونم رازی، اینا علمی در اینها نیست. اینها سرچشمه معرفتی نمیتواند بود. یعنی قرآن نمیتواند سرچشمه علم فیزیک باشد و نجوم باشد و ریاضی باشد و اینها. اینها جای دیگری است، مربوط به جای دیگری است. اینها رو توجه بفرمایید. و تا اونجایی که مربوط هست به این تعداد دانشمندانی که در این فرهنگ پیدا شدن که ایران باشه عمدتاً 90% اینها، اینها مربوط است به روزگاری که خلفایی که اسلامی نبودن مثل هارون، مثل مأمون، قبلش منصور، اینها آمدن و بنی امیه و اینها، به خصوص روزگار منصور و به ویژه هارون و منصور مهم هستن که اینها آمدن و عرض می شود که امر به ایجاد دانشکده ها کردند. به خصوص این مأمون خیلی تاکید داشته، خود معتزلی بوده، امشب از تاریخ طبری برای شما خواهم خوند که چگونه دستور داده بود کسانی که میگویند قرآن مخلوق نیست به چوب ببندن و دستگیر کنن بفرستن بشه خلیفه. چون مرد معتزلی بود، اهل عقل بود، گراینده به عقل بود و این مرد عرض کنم که مناظراتی ترتیب میداد در حضورش در یک روز در هفته و اینها. باری اینها عمل کردن به ترجمه آثار یونانی و هندی و ایرانی و غیره، و وقتی این آثار ترجمه شد و معارف یونانی و معارف هندی و ایرانی و غیره و بیزانسی اینها در اختیار مسلمانان قرار گرفت، بالجمله یک جنبش علمی به وجود آمد که خیلی هم زودگذر بود، یعنی ادامه نیافت متاسفانه. یعنی فرض کنید از قرن دوم که شروع شده است، هم این ترجمه ها که بیشتر مترجمین ها آسوری بودند و مسیحی بودند و اینها در همین بغداد ترجمه می‌کردند، اینا قرن دوم آغاز شده است، در قرن چهارم میوه داده است این آثار یونانی و از کردم هندی و اینها و دانشمندان به وجود آمدند. بله درست گفتی، اما از اون روزگار بیشتر از 1000 سال گذشته است. یعنی میخوام خدمت شما عرض کنم بعد از خیام که معروف است از شاگردان ابن سینا بوده، حالا یا بوده یا نبوده، اما مرد بزرگی بوده است و نابغه بوده است، ما دیگر رجل بزرگی نداریم تا امروز. در این میانه عرض شود که ما یک خواجه نصیر طوسی داریم در کالیبر بین الملل. خواجه نصیر طوسی کسی نیست که قربتون برم، که عرض کردم 800 سال یا بیشتر است، حالا خدمتتون میگم 900 سال یا بیشتر است، نزدیک 1000 سال 900 سال که دیگه کسی در اسلام به وجود نیامده است. شما چی میفرمایید اینا که صحبت میکنید؟ که بله، اگر صحبت از رازی میکنید، اگر صحبت از موسی خوارزمی میکنید، اگر صحبت از ابوریحان بیرونی میکنید یا حکیم ابن سینا میکنید یا ابن رشد، اینا مربوط به اون همون دوره کوتاه هستند. وقتی اهل دین دوباره جان گرفتند و عرض میشود که متکلمین و اینها و فتوا و تکفیر ابن سینا و ارسطو دادند و اینها، این علم هم خوش شد، تمام شد به کارش. این است که تعصب نفرمایید، به تاریخ نگاه کنید. بله بنده آشنا هستم با موسی خوارزمی، با جبر آشنا هستم، با عرض می شود که با اندیشه های بیرونی و اینها آشنا هستم، ابن سینا و رازی، اینها مربوط به همون دوره کوتاه هستند. و میخوام بارها خدمتتون عرض کردم، بازم عرض میکنم، اگر به جای مأمون و اگر به جای هارون حضرت امام رضا و امام جعفر صادق و اینا می نشستن، هیچ کدوم از اینا تولید نمیشد. به جهت اینکه چوب تکفیر رو میذاشتن، میگفتن علم حرام است، ریاضیات حرام است، نجوم حرام است، موسیقی حرام است، فلسفه حرام است، شما نماز بخونید و فقط زکات بدهید، اینا حلال است.
بعدها هم که آمدند، یعنی بزرگترین ائمه دین که ابو حامد امام محمد غزالی طوسی باشد، همین حرفا رو میزد. امام محمد غزالی طوسی میگن اگه پیغمبر نبود این باز پیغمبر میشد، یه بزرگترین دین شناس و بزرگترین حجت الاسلام تاریخ اسلام همین غزالی است. تکفیر کرده از ابن سینا رو و چیز رو و ارسطو و دیگران رو و اینها رو دار میکشید به دستش میدادن و میگوید که ما بایستی که کارهامون رو مبتنی کنیم به علم دین و وحی، نه تعقل. مسلمانان مسلمانان مسلمانی مسلمانی از این آیین بی دینان پشیمانی پشیمانی. قصیده ها داریم در این باب که تکفیر یونانیان کردند. اینها یک جنبش ضد یونانی و ضد عقلی در کشور ما پیدا شد، یعنی در کل منطقه. و بعد مغول هم حمله کردن، اینها این دو عامل سبب شد که این اسلام عزیز چیزی تولید نکنه و هیچی تولید نکرده است. الان بیشتر از بعد از خواجه نصیر به من بفرمایید کی بود است دانشمند بزرگ اسلام که بنده نمیشناسم. یه چند نفری آمدن یک مش میفلسفیدن که ارزش کاری نداشتن، مثل میرداماد و نمیتونم سطر متعلهین و اینا، که اینا به درد نمیخورن، یعنی کسی اینا رو جدی نگرفت در عالم فلسفه، اینا فقط آخوندها و ما ادراک از سطر متعلهین هیچی نبودن، فیض و فیض بخش و نمیدونم مرلاسته نمیدونم اینا چیزی نبودن. اینا عرض کنم که دیگه در اداد فیلسوفان نبودن. حتی میخوام بگم که در هیچ دوره‌ای در اسلام و در منطقه خودمون نظام فلسفی نیرومندی به ویژه به شکل یونانی به وجود نیامد. اونا هم واقعا شاگردان ابن ارسطو بودن، شرح آثار ارسطو میکردن. حتی ابن سینا میفرماید که من 40 بار ما بعد و طبیعه ارسطو را خواندم نفهمیدم تا از بازاری عبور میکردم، در اونجا شخصی روی زمین نشسته بود کتابهای میفروخت و خریدم و رفتم و کتابی بود که در اون من خواندم و ما بعد و طبیعه ارسطو را فهمیدم و اون کتاب ما بعد و طبیعه شرح ما بعد و طبیعه فارابی بوده که البته پیداست ترجمه بد بوده، نه که هوش ابن سینا کم بوده. اینها رو شاگردان ابن سینا میگویند عزیزان، اینها رو مشایان میگویند. مشایان به جهت اینکه از مش، چون ارسطو راه میرفت و سوال میکرد و طرح مسئله میکرد، بعد پیروان اون رو عرض کنم مشایان گفتند. اینها عرض کنم شاگردان ارسطو بودن، کارها خیلی بزرگی کردن، اما تفکر اوریجینال و نظام فلسفی نیرومندی مثل نظام دکارت، فلسفه دکارت یا کانت یا فرض کنه ارسطو و افلاطون، اینا به وجود نیاوردن. اگه بخوایم بگوییم که وجود آوردن، خودمون را مسخره کرده ایم و لاف و گزاف بیهوده گفته ایم. البته در بعض موارد از یونانیان بسیار بسیار پیشرفته تر کار کردن، مثل بیرونی یا در جبر و مقابله بسیار بهتر از یونانیان بودن. عرض می شود که در پزشکی بسیار پیشرفته تر، عرض کنم کتاب الهاوی و طب منصوری محمد ابن زکریا و آثار پزشکی حکیم ابن سینا، اینها کار رو واقعا به منتهی درجه کمال رسوندن در روزگار خودشان. اما تا اونجا که به نظام تفکر عمیق و دقیق و فلسفی مربوط می شود، همین شود که این چیزی ما به دست ندادیم که حالا دندونگیر باشد. به قول معروف این هست که از این موارد خواهش میکنم که آسان نگذارید.